سلام، حالتون چطوره؟ تا به حال من هیچ وقت از زبون قوکی داستان زندگیشو و اینکه چطور شد که به بیشه سبز اومده رو نشنیده بودم، ولی امروز قوکی رو دیدم که داره برای دوستش خیسی همه این ماجرا رو تعریف میکنه. گفتی یه جایی بودی که اونجا اردی بودش با یه عالم خورده اساس یک جا، درسته؟ توی مردابی وسیع کنار جنگل سرسبز و قشنگ، یک طرف آب زلال، همه درختاشم تنگا تنگ، نه کسی با دیگری کاری داشت، هر کسی بهر خودش خونه و انباری داشت. توی اون مرداب زیبا روی یک برگ سترگ که برام کشتی بود جادار و هم خیلی بزرگ، گاهی وقت چهچههی بود و یه آواز رسا، کوچه باقی میخوندم و کمی ابو عطا. حتما اون موقع میرفت آب دیگر سر بالا. با مزه. ادامه بده بیخیا. کنار کشتی من، یعنی همون برگ بزرگ، یه درختی بود پر از شاخه و سرسبز و ستور، لای برگاش یه پرنده لونه داشت، نزدیک جایی که بودم خونه داشت، بین ما صلح و صفا جاری بود، دوستی و مهر و وفا ساری بود، مال هم بود پشه و دونه و نون و میوه، یا چیزایی شبیه کفش و لباس و گیوه. اسم این یار شفیقت چی بود؟ اسم اون اردی بود. اردی؟ بله خیسی جونم، درسته، اردی. چی شد یک بار کردی تو ترک یار و دیار، اومدی اینجا شدی اینجوری بی کس و کار؟ دست نزار روی دلم، قصه من همونه، گشتم در بدر از برزن و کوی و خونه. قصهش چی هست و چگونه؟ یه روزی با خبر شدیم از اون بالا و دور دورا، ماری میاد که میخوره قورباغه رو با دست و پا. آها آها دوزاریم افتاد که چه راز بوبیه بیچاره، میخواستی فرار کنی بازم بشی آواره. تا که شدم با خبر از بخت بدم، رفت تمام روح من از سن و از کال بودم، دو پا داشتم دو تا پا هم قصد کردم، ترک خونه و زندگیمو کردم، دو پا داشتم دو تا پا هم قصد کردم، ترک خونه و زندگیمو کردم. تنها منم با یه مار بوایی، اومدی تو جایی به این زیبایی، تنها منم با یه مار بوایی. هی انگار که از جهنم با مارای دلازار، پناه آوردم من به افعی بیازار. گفته بودم گره مشکل من هست دیگر ترک دیار، غافل از قسمت خود هر جا روم باشد ما، با بوبی تونستم یه جورایی همراه بیام، بامبولی رو چه کنم با اون چطور کنار بیام؟ توی فکرم چجوری کمک کنم
این همه درد و غم و تموم کنم. فکر قوکی و مشکلاتش رو که میکنم قصم میشه، ولی بعد با خودم میگم مشکل همیشه و برای همه وجود داره، ولی شخص عاقل کسیه که بدونه چگونه با کمک خداوند راه حل مشکلش رو پیدا کنه، و این دقیقا کاریه که قوکی انجام داد. و به قول خودش وقتی خبر شد مار قورباغه خاری داره به منزلگاه قبلی اون نزدیک میشه، ترجیح داد با فرار از دست اون و اومدن به بیشه سبز جون خودشو نجات بده. هرچند اینجا هم مشکلاتی سر راهش بود، از جمله وجود بوبی که اون اوائل دیدید چه ترسی تو دل قوکی انداخته بود. ولی چه کسی رو میشناسید که تو زندگیش مسئله و مشکل نداشته باشه؟ مشکلات زندگی برای ما درس ها و پیام هایی دارن، و مهمترین پیام اونا صبر هست. با دعا کردن و درخواست کمک از خداوند یاد میگیریم که چگونه بر مشکلات زندگی پیروز بشیم. ای دریق از روشگاران قدیم، یاد یاران رفیقان شمیم. روشگار کودکی با شرخوشی ها و خیال، یاد بازی ها دویدن ها تا حد کمال. بابولی غذا نداره، بابولی خیار دوست داره. بمبولی کشی اینجا حرفش خیار نجد که تو دلت بخواه. من تو دارو خانم فقط دارو و دوا دارم و بش، نه خیار. بابولی دوا نمیخواد، بابولی غذا میخواد. اگه فکر میکنی من قوکیم که برات شندویج پشه درست کنم، یا خیشیم که بهت ماهی بریون و کباب بدم، ول وطنی. چون من به خاطر سلامتیم الان مدت هشت گوشت خوری رو گذاشتم کنار و به جاش از سبزی و میوه استفاده میکنم. اگه دوست داری بفرما. چیزی که اینجا بیشتر از همه چی پیدا میشه همیناست. بابولی میوه و سبزی خیلی دوست داشتن میکنه. نوشه جان بخور، ولی اندازه خوردن تو جنم نگه دار. بابولی دلش خواسته کرد خیلی خوردن کرد. نه بمبولی، میدونم تو سبزی و میوه رو خیلی دوست داری، ولی یادت باشه اگر زیادتر از اندازه شکمت بخوری ممکنه مریض بشی، چون پرخوری کار بد و مضریه. شرشبج پیر دانام همیشه میگه که تو هیچ کاری نباید زیاد روی کرد. به به، عجب خوش مره بوده بودن میکنه. اینم شانس ما، بعد از یه عمر مطالعه و تحقیق حالا باید بشینیم بچه داری کنیم. بابولی خیلی تحقیق دوست داره. آخه تو میدونی تحقیق یعنی چی بمبولی؟ یاد بگیر جانم، تحقیق یعنی پژوهش یا جستجو کردن برای یافتن حقیقت چیزی، یا مطالعه کردن و درش خوندن. بابولی فهمیدن میکنه. خب همه که فهمیدی همینجا باش جانم، تا برم ببینم داروهایی که سفارش دادم رسیده یا نه. فقط لطفاً تمام برگردم، به این دوامواهای من دشت نجرنیا. بابولی خدا دادر میکنه. آفرین جانم، آفرین.
سرسبز پیر دانا، سرسبز پیر دانا، سرسبز پیر دانا. جانم بگو بفرما. این رفیق تازه‌ام خیلی دلش خونه زبخت، آمده از سرزمینی مثل اینجا پر درخت. او کمی دلتنگ یک یاری بود، چاره اش برخورد و دیداری بود. من گرفتم مشکل یار تو را، قصه دلتنگی و کار تو را. چون که گفتند مردم دانا به هم، گر شود بین دو دوست فاصله هم. دیر نیست این هم نشین و یار، چون با خبر گردد احوالات او. خوش خبر باشی تو ای دانای سبز، با چنین پیغام مژده داری از دوست خوب و یاور قوکی ما. زود آید او دگر در پیش ما، با سپاس و با سپاس و با سپاس. همیشه شاد باشی فرزندم. به خیسی میگن دوست خوب، چون وقتی صحبتهای قوکی رو شنید و متوجه شد چقدر دلش برای اردی دوست قدیمیش تنگ شده، اومد پیش سرسبز پیر دانا که راهی برای رفع دلتنگی قوکی پیدا کنه. و خوشبختانه با خبر خوبی که دریافت کرد، رفت تا به قوکی مژده بده. از این طرف بوبی هم که اومده بود داروهای سفارشی خودشو از کلاغ خوشخبر که پوزچی بیشه سبز بگیره، متوجه شد کلاغ خوشخبر یه نامه آورده. حالا این نامه از کیه و برای چه کسی اومده؟ باید بریم و از بوبی بپرسیم. وای ببین چقدر چیزای جور و جوری برات اومده. اتفاقا تو نه یه نامه هم هست. نامه؟ بله نامه. ببینم، تو کسی رو به اسم اردی میشناسی؟ آره، اون بهترین دوست منه. ولی چی شده که این سوالو میکنی؟ فکر کنم این نامه از اردیه و برای تو فرستاده شده. وای خدای من، باورم نمیشه، نامه از اردی برای من. چی شده قوکی؟ شنگول به نظر میرسی. خوشحال از دوستش برش نامه اومده. درسته، این نامه به اسم قوکیه. میشه اونو برام بخونید؟ ولی اون به اسم توه، چرا خودت نمیخونیش؟ آخه من سواد ندارم. بیدادش بیشوادی، حتما باید اینجا یه مطرشهی درست کنی. به اونجاش هم میرسیم. بذار فعلا این نامه رو برای قوکی بخونم. بوبی 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 بودو انگار بابولی دواهاتو به هم ریخته. یه دقیقه نمیشه بابولی رو تنها گذاشت، خود کلی هم بهش سفرش کردم. وایسا بوبی، منم میام کمکه. پس خوندن نامه من چی میشه؟ اگه این دواها قر و قاطی بشن ها، واویلاست قوکی. ولی نخوندن نامه اردی هم برای من واویلاست. نمیخواد ناراحت بشی، حالا وقت داری. خیسی یه کاری بکن. آها، تنها کاری که میتونم بکنم به بچه ها بگم. خب بچه های عزیز، بامبولی با به هم ریختن دواهای بوبی باعث شد قوکی نتونه بفهمه اردی چی براش نوشته. و برای اینکه این موضوع را بفهمید، همگی باید تا برنامه بعدی منتظر بمونیم. پس تا دفعه بعد، خدا نگهدار شما.